هست به هیچ وجه مواد پرزروتیو و دیگر چیزها درش به کار نرفته و کاملا طبیعی و همه ارگانیک هست. همونطوری که میبینین از بیماری ها کلن ما دارو داریم براش، از آسپ شروع میشه، نمیدونم برای آرتروز، برای تمیز کردن بدن، تمیز کردن تمام ارگان های بدن، گرفته از کلیه، ریه و کبد و دیگر چیزها، تماما خوب کار میکنه و بسیار افکتیف هست. همینطوری که تا به حال سال هاست که همه دارن از اون استفاده میکنن. درود دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. خب همونطوری که من بهتون وعده داده بودم، دستگاه اوزونویتر ما وارد شد و الان دستگاه اوزونویتر رو داریم. براتون گفتم که اوزونویتر دستگاهی هست که شما به شیر وصل میکنید، یعنی زیر شیر وصل میشه. دستگاه کوچولویی هست و احتیاج حتی به برق هم نداره. این به آب استا اکسیژن میده، اکسیژن وارد آب میکنه و بنابراین برای شستن سبزیجات و میوه ها و همه چی عالیه. بدن اینکه فقط کافیه که شما سبزیجات رو یک بار بشورید فقط، یعنی با این آب این اوزونیتر، و خیلی زود این، یعنی با یک بار شستن تمام میکروب ها، باکتری ها، فانگس اگه داشته باشه و حتی کرم و اینا هم داشته باشه، همه رو میکشه و از بین میبره. یه خوبی دیگه آب اوزونیتد به اصطلاح آبی که اوزون توش داره، اکسیژن داره، این هست که اگر کسی زخم معده داشته باشه و ناراحتی معده، کافیه که صبح ناشتا یک لیوان از این آب اوزون رو بخوره و بعد از یکی دو هفته کاملا زخم معده و ناراحتی معدهش از بین خواهد رفت، چون خود اکسیژن میتونه این تمام هیل بکنه اون قسمت‌های زخم و این چیزها رو. به هر صورت دستگاه اوزونیتر میتونین از مطب من سفارش بدین. دستگاه گفتم خیلی کوچولویی، یادم رفت نمونهشو بیارم به شما نشون بدم. دستگاه خیلی کوچولویی و خیلی هم ساده است نصب کردنش. کافیه که شما اون بالای زیر شیر رو درارین و بذارین زیر بالای شیر و خودش فیلتر و یه اورینگ خودش داره، اورینگ رو میزنین و با دست حتی میچرخونین و این اونجا میمونه و حتی یه دگمه داره، یعنی شما حتی میتونید اگه آب اوزون نمیخواین، آب معمولی میخواین، دگمه رو میزنین آب معمولی میاد، وقتی دگمه رو میزنین دوباره برعکس آب اوزون میاد بیرون. بنابراین هر دو تا آب رو میتونین داشته باشین. خب اجازه بدین من خطا رو باز بکنم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم، رو خط هستید. سلام آقایتون، خسته نباشید. سلام، متشکرم، مرسی، بفرمایید. آقایتون من مریض خودتو هستم، تقریبا دو هفته پیش به تو تلفن زدم، به آجو گفتم که سیست اوری. بله. بعد به مطب تو زنگ زدم گفتم که همین که بهم گفته بودید ASSKI، گفت ما نمیشنفیم نداریم. اوکی، نه اشتباه گفتین حتما. SSKI ما داریم، من شاید که من بهشون هنوز نگفته بودم، ولی زنگ بزنین دوباره میگم براتون، حتما براتون بفرستم. خوی وقت من باید تا چون شما معمولا نگاه کنین، شما برای اینکه وقتی اگه سیست داشته باشین یا اینکه فایبروید داشته باشین، بعد حدود 4-5 ماه این دارو رو بخورین که کاملا از بین بره. 4-5 قطره، 4-5 قطره میریزین توی آب و اینو یک بار در روز کافی بخورید و بعد از همونطوری گفتم 4-5 ماه طول میکشه که کاملا از بین بره. خب ما چند تا از این بخریم مثلا؟ چند تا بخریم؟ من فکر کنم یه دونه براتون کافیه، برای اینکه 4 قطره همه شما میخورین در روز، چیزی نیست که. وقت من فشار خون دارم، این برای فشار خون؟ نه برای فشار خون تو هم خوبه اتفاقا، هیچ اشکال نداره. یکی هم سلک اسکین هم که هست، اونم برای فشار خون خود ضرر نداره. نه اونم فشار خون ضرر نداره. نه وقت من هایدروکلور اسید هم میخواستم، اونم برای فشار خون عیب نداره؟ نه خیر اونم عیب نداره. لوتاکس اونم میخواستم. بله بسیار خوب، بگیم براتون میفرستم، زنگ بزنیم براتون. میگم آقای تو اون سلک اسکین که هست چیز هست، چی من میگفتم، برای مثلا جاهای جوشای از بین میبره، قرص یا این که مثلا کرم؟ نخه قرص جای جوش از بین میبره، لک و پیس هم از بین میبره. یه سوال دیگه کوچولو داشتم آقای تو، برای چی زن باشه یا چی مرد باشه اگه میبره؟ چه فرقی داره؟ هیچ فرق نمیکنه. نه برای یه سوال دیگه داشتم، ببخشید. میگم برای مثلا چی مرد چی زن اگه میل جنسی رو نداشته باشه داروی شما چی؟ بله بله، برای هر دوتا دارو داریم. بله حتما. خب داروشو میتونید لطف کنید برای خانم‌ها تا من بگم؟ بله بله بگیم، داروی برای سکس خانم‌ها میخوایم اونجا بهتون میدن. خب پس اینا که هست همش چیز برای همش دارم. بله همه رو میتونید. بله وقت این آقای تو ببخشید یه سوال دیگه داشتم دیگه. نه دیگه نشد دیگه، شما خیلی سوال کردین. بعد ما من میگم این چیز چای ترش برای فشار خونم میخورم، اون برای سیست خب اونم بد نیست.
نه خیر، اون اشکال نداره، اون برای فشار خون خوبه، برای تمیز کردن بدن هم خوبه. خب دست شما در نکنه، من آفیس رو زنگ میزنم. بفهمید، خواهش میکنم، رو خط هستید. خسته نباشید آقای دکتر. متشکرم، مرسی. یه سوال داشتم در مورد کلسیوم سیترات، پودرش رو که میخورم معده‌ام خیلی اذیت میشه، یعنی انگار که زخم معده داشته باشید اذیتم میکنه. بله بله. آیا چیز دیگه ای هست که جایگزینش بکنم، یا اینکه دستور میدین چجوری بخورمش که اذیت نشم؟ سوال دومم اینه که این با حالت فلکسید بارایی هست که میخورن شرکت کاشی، دقیقا نمیدونم حالا مهمه یا نه، آیا اونا ضرر نداره برای اونایی که بخوان مثلا V8 لو سودیوم یا از این بارای هول گرین بخورن برای اینکه وزنشون رو کم بکنن و کالری بیشتری داشته باشن؟ خیلی ممنون میشم اگر این مرسی متشکرم. خواهش میکنم، مرسی. بله، کلسیم سیترات همونطوری که میدونین خب کلسیم خوبیه در حقیقت، داخل چون که در آب حل میشه و ولی خب یک مقدار اسیدیه همونطوری که میدونین. بنابراین کسانی که ممکنه ناراحتی زخم معده و از چیزا داشته باشن اذیتشون بکنه، یعنی چون اسیدی هست ناراحتشون بکنه. بنابراین شما میتونید یا اینکه کلسیم سیترات وقتی میخورید مثلا وسط غذا بخورین یا بعد غذا بخورین، ببینین که باز اذیتتون میکنه. اگه احتمالاً باز اذیتتون کرد میتونید کلسیم گلوکونیت بخورید. کلسیم گلوکونیت هم خیلی خوبه برای اینکه جذبش خوبه، بنابراین میتونید سویچ کنید با اون. این بارهای مختلف هم که الان تو بازار هست و برای نمیدونم کم کردن وزن و بقیه چیزها استفاده میشه، خب اینو بعد واقعا روشو بخونین، برای اینکه خیلی چیزایی تو این میزنن، مواد شیمیایی هم به این میزنن که هیچ خوب نیست. اینه که اگر میبینین بار هر باری میخرین، حالا من نمیدونم از کدوم شرکته، حتما حتما این اینگریدینتشو بخونین، معمولا ببینین که چه اینگریدینتی داره و واقعا اگر که میبینین که شیمیایی هست نخورین از اون، برای اینکه بالاخره اذیتتون میکنه. بفهمید، رو خط هستید. بله، من دو سوال از آقای دکتر داشتم. بفرمایید. سوال اول اینه که همین برای فایبروید خانوما، وقتی من هر دفعه وقتی عادت ماهانه میشه این ورشکن من خیلی ورم میکنه و این گفتن 7 فایبروید ولی نمیخوام رحمو در بیارم، شما برای طبیعی شرینک کردن این فایبروید داروش چی هستش؟ این یکی. من چی بخوام؟ چون من به بعدا بدون زنگ زدم این خانم اصلا جواب من ندادن. من گفتم، اسم داروشه. گفتم من اگه اسم دارو رو می‌دونستم که به شما زنگ نمی‌زدم. برای همین اگه میشه اسم این دارویی که برای فایبروید شرینک بکنه نچرالی به من بگین خیلی ممنون میشم. یکی دیگه هم که من شوهرم قند داره انسولین میزنه، من میخواستم ببینم این لیور تاکس یا برای کلیه لیورش اینو ما بگیریم، چون انسولین میزنه و داروی فشار و کلسترول میخوره، این خوب هست؟ میتونه این کار بکنه کسی داروهای قندی میخوره یا نه؟ مرسی، چشم. بله، الان در مورد داروی فایبروید صحبت کردیم که گفتم که فایبروید همون دارویی هست به نام SSKI و یا اینکه لوگل سولوشن، البته سال هاست من دارم در این مورد صحبت میکنم، یا لوگل سولوشن یا SSKI، این هر دوتا دارو برای فایبروید و حتی برای به اصطلاح به طور کلی هر گروتی در داخل به اصطلاح اووری و چیز خوبه، بنابراین میتونه سیست و فایبروید رو از بین ببره. کافیه که اینا از لوگل سولوشن اگه میگیرید یک قطره میریزید توی آب، یک لیوان آب، یک قاشق هم اپل سایدر وینیگر روش میریزید و یک بار قبل از یا ببخشید بعد از غذا میخورید یک بار در روز. اگر که SSKI میگیرین، SSKI رو 5 قطره میریزین توی یک آب و این را بعد از یه دفعه اونم باز در روز میخورید و بنابراین بعد از 4-5 ماه براتون میگم طول میکشه که اینا رو از بین ببره. کسی که قند داره اتفاقا لیبوتاکس براش خیلی خوبه، برای اینکه کبدش رو تمیز میکنه و حتی قندش رو پایین میاره و بنابراین هیچ کدوم بد نیست که، و انسولین هم که میزنیش مسئله نیست، برای اینکه واقعا هم احتیاج هم داره، برای اینکه این خب کبد از بین میبره و باید کبد رو تمیز بکنه، بنابراین بسیار چیز خوبیه که میتونی همون استفاده بکنه. بفهمی رو خط هستید. الو؟ الو. بله بفرمید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما جانم. من سوالم در باره معده‌ام، خیلی دهنم همیشه تلخ و ترشه. بله. احساس میکنم هرچی که میخورم معده‌ام ناراحته.
بله. در ضمن من دیابتیک هستم. دوای میتروفول متفورمین میخوریم. متفورمین یا من سینتروید واسه کمپوریتون میخورین ها؟ من وقت فشار خونم دارم. حالا هرچی که میخورم نمیتونم هضم کنم. همیشه دهنم بدمزه است. وقت خیلی انرژیم کمه. همیشه خیلی تنبل هستم. بله بسیار خوب شد. همیشه خسته هستم. خیلی خوب. اوکی از تلویزیون گوش کنید مرسی خیلی ممنون خواهش میکنم بله معمولا تلخی همیشه یکی از به اصطلاح میشه گفت که کوالیتی های کیسه صفرا و کبده یعنی وقتی که هر احساس تلخی که شما میکنی نشون میده که کبدتون خوب کار نمیکنه و بنابراین برای تمیز کردن کبد به نظر من همون لیووتاکس رو شما بخورین شاید احتیاج داشته باشین یه یکی دو ماهی این لیووتاکس رو هر روز صبح بخورید و بنابراین روی فشار خونتون اثر بدی نداره شاید حتی اثر خوب داره روی قندتون حتی اثر خوب داره و من حتی به شما پیشنهاد میکنم که این لیووتاکس رو هر دو سه ماهی یک بار حداقل بخورید چون که واقعا کمک میکنه که کبدی که داره با این همه داروهای شیمیایی که داریم میخوریم بتونه کمکتون کنه تمیزش بکنن و واقعا اینا و حتی انرژیتون میره بالا البته کمبود انرژیتون امکان داره حتی به علتش کمبود آهن یا بد کار کردن یا کمکاری غدد فوق کلیوی یعنی آدرینالین باشه و بنابراین البته بعد دکتر برین که دکتر تشخیص بده ولی به هر صورت من فکر کنم اولین چیز این هست که کبد باید تمیز بشه بفهمی رو خط هستید؟ مرسی بله بله بفهم مثالتون رو سلام علیکم آقای دکتر سلام بر شما خواهش میکنم مرسی آقای دکتر مدت های مدیده که من سالیان مثل که ارسی کف پام داغ میشه و میسوزه و الان جدیدنم کفای دستم هم اضافه شده و گاهی اوقات شنوم هم میسوزه من اون سولفور سی سی رو استفاده کردم یه دور ولی مثل که کافی نیست این یه سوال دیگه هم یعنی چی صبر کنین سولفور سی رو استفاده کردین کافی نیست یعنی بهتر شده این چند درصد بهتر شده تقریبا 10-15% همون موقع بهتر شده ولی بعد از اون وقتی که قرصا تموم شد روزی 9 تا می‌خوردم زیر زبان می‌ذاشتم یه هفته بعد باز دو مرتبه شروع شد اوکی بنابراین این دفعه سولفور 200 بگیریم بخورین سولفور 200 سی بگیریم و بخورین دیویست خیلی ممنون سوال دومم اینه که مسئله این فرمودین هفته پیش من مگنزیوم سیتریت رو گرفتم برای آرتروزی که دارم رو مفاصلم یعنی گلوله گلوله هست روی مفاصلم بله. به اضافه B6 و ویتامین C رو میخورم این دهنم خیلی بدمزه است آیا مال اونه یا اینکه یه علت دیگه داره نه دهنتون بعد مزگیش به هیچ وجه اون علت نداره شاید البته به علت تمیز کردن بدنتون باشه ولی به هیچ وجه اینها چیز نیست فکر کنم بعد مزگی دهنتون بیشتر به علت کبدتون هست که بعد یه دونه لیووتاکس هم بخورید شما صبح ناشتا این لیووتاکس این وقت آنزیمای خوب کبد رو خراب نمیکنه اتفاقا آنزیمای خوب آنزیمای کبد رو اتفاقا خوب میکنه اون اصلا کارش اینه خیلی متشکرم خدا نگهدار دست شما درد نکنه یک دنیا تشکر به سلامت بفهمی رو خط هستید الو جانم بفرمایید سلام آقای دکتر سلام بر شما بفرمایید خسته نباشید متشکرم از لطفتون مرسی میبخشید آقای دکتر من سوال از خدمتتون داشتم بی‌نهایت موهام شروع به ریختن کرده ضمن اینکه میخاره بعد حتی شامپوم هم عوض کردم یکم پوست میندازه ولی مثلا کلا روز مثلا هر روز الان دارم حمام میکنم ولی اون خارش و ریزش و یعنی دیگه به حدی شده که به موهای خیلی نازک رسیده حتی بعد از اینکه از حمامم میام بیرون سرمو خوش میکنم شونه میکنم بی نهایت موهام میاد پایین خب انرژیتون چطوره شما در طول روز؟